از بیستم نوامبر روز جهانی کودک در حال باشار حمایت و دستگیری از کودکان در جهان تجلیل می شود که کودکان در افغانستان با چالش ها و مشکلات زیادی روبرو هستند. تازه ترین گزارش یک نهاد ناظر بر وضعیت حقوق بشر در افغانستان نیز گواه شرایط بد و اوضاع دشواری است که کودکان در کشور با آن مواجهند. مؤسسه رواداری به روز یک شنبه با نشر گزارش گفته که در دو سال گذشته به دلیل فروپاشی نظام حقوقی و فقدان حمایت های قانونی نقص حقوق اساسی کودکان و انواع خشونت علیه آنان از جمله ازدواجهای اجباری و زیرسن دختران افزایش یافته است در گزارش رواداری آمده است که لغو قوانین قبلی و دم پیروی از اسناد بینالمللی که برای حفاظت از حقوق اساسی کودکان در افغانستان به گسترش زمینه های اتکا به انواع خشونت و رفتارهای مجرمانه علیه کودکان کمک کرده است این مؤسسه همچنان یادآوری کرده که در حال حاضر در افغانستان هیچ قانونی برای تعیین شرایط عقد نکاه و پیشگیری از ازدواج اجباری کودکان وجود ندارد در گزارش این نهاد آمده که مهمترین مسئله در حال حاضر این است که ازدواج اجباری و زود کودکان در افغانستان به صورت رسمی من نشده و نیز برای عاملان آن مجازاتی در نظر گرفته نشده است بررسی این مؤسسه همچنان نشان میدهد که در جیران دو سال گذشته یقدون به خودکشی در میان کودکان و نوجوانان و افغانستان به دلایل مختلف از جمله فقر افزایش یافته است در همین حال سخنگوی وزارت کار و امور اجتماعی امارات استومی برخی از یافته‌های گزارش رواداری از جمله ازدواج‌های اجباری آزار وضعیت جنسی و محرومیت از آموزش کودکان را رد می‌کند نو, نو،, نو، کوم یادونی چې دوی کړی دي چې اجباری ودونه دي منګه تاسو په دې ټولنه کې دلته ژوند کو وینوي دا هیڅ نه دی واقع شي چې اجباري ودو نه دی ل مثلا وړه ما شومان دی واده شي او یا د 1000 وضعیت جنسي واقع شي چې د اسلامی امارات پراتک سره کپخواوه هم په دې ټولنه کې مردود او د اسلامی امارات پراتک سره دا ټول منفور دي رات دی او دا هیڅ څنګه دی واقع شي سخنگوی وزارت میګد چې نزدیک به 1000 کډک در مرکز حمايت از کډکان و پرورشگاه دولتی در کابل و ولایت‌های مختلف زیر حمایت قرار دارند و آموزش می‌بینند.